800 میلیارد هم میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه رو به نام من بکن میکنه. بگم کارخونه به نام من بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم ندارید؟ معاون دفتر رئیس سابق قوه قضاییه ایران دوباره در دادگاه. طبری میگوید اتهامات قدیمی است و این پرونده ها بسته شده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم حضور مدیران پیشین قوه قضاییه در جایگاه متهم نشان از چه دارد؟ این سوالمان از دو مهمان برنامه است. همچنین در برنامه امشب آغاز گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق. گروه‌های شیعه حامی ایران میگویند که اگر آمریکایی‌ها نروند به زور بیرونشان می‌کنند. توقع ما از چهار کشور دائم اینه در برابر این توطئه ایستاده. درخواست ایران از طرف‌های باقی مانده در برجام برای جلوگیری از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. گروهی از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها اقدام می‌کنند. زندگی دشوار کودکان کار افغان در ایران. مهاجران کوچک درباره چگونگی اخراجشان از کشور همسایه می‌گویند. میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه. این 5 دقیقه رو الان میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میره؟ و پس از 4 سال انتظار بی نتیجه برای صدور مجوز، حکایت دریا اینترنتی اکران شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. من اگر میخواستم کل لواسان را به نامم میکردند. این دفاع کسی است که زمانی یکی از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضاییه ایران و نزدیک به صادق لاریجانی بود، اکبر طبری، متهم به رشوه‌گیری، جعل سند و پولشویی. خودش میگوید 20 سال به قوه قضاییه صادقانه خدمت کرده، همان دستگاهی که دست کم 2 قاضیش در همین پرونده متهم به رشوه‌گیری و فساد مالی هستند. پرونده پیچیده که 22 متهم دارد. پرونده های فساد مالی یکی پس از دیگری گشوده میشود و در آنها عده‌ای بعضن احکام سنگین هم میگیرند. اما سوال اینجاست که آیا میشود با این محاکمه ها با فساد سیستماتیک و فراگیر مقابله کرد؟ اساساً این دادگاه‌ها چقدر کارکرد سیاسی دارند و چقدر هدفشان اجرای عدالت است؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاج‌دین. مدیر سابق قوه قضاییه در جایگاه متهم. دادستانی پرونده‌ای 16,000 صفحه‌ای برای محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین دفتر رئیس قوه قضاییه و 21 نفر دیگر آماده کرده. پرونده ای از اتهام های فساد، رشوه‌گیری، پولشویی، جعل سند و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی. جلسه دادگاه علنی است. اکبر طبری در دومین جلسه دادگاه گفت اتهام ها را قبول ندارد و پول هایی که از بقیه متهمان گرفته رشوه نبوده، بابت قرارداد بوده. این قرارداد در صندوق امانات من بود، حتی امضای امینجری با کنویسی بود، با خودکار سبز امضا شده. دادستانی این حرف را رد کرد. ایشون میگه که بعد از خروج آقای طبری متهم شده به صورت غیرقانونی کاربری زمین‌های کشاورزی را در لواسان تغییر داده. شهرداری نمیتونه خودش تغییر کاربری بده. اما اینجا شهرداری اومده توی توافق اجتماعی نجفی کرده کاربری زراعی و باغی تبدیل کرده به کاربری مسکونی. آدمای دغدغه من پیدا میشن، مسئولین مربوطه سازمان بازرسی کلی میشن در موقع. میگن ورود میکنن، میگن خب نمیتونه شما اینجا بیاید ویلا بسازید، ملت رو در خطر بندازید، تغییرات زیست محیطی در کشور ایجاد بکنید، در شهر ایجاد بکنید. اکبر طبری میگوید اتهام ها علیه او پرونده سازی است و بعضی از پول هایی که از متهمان گرفته هدیه بوده. او گفت اگر من 800 میلیارد هم بخواهم این برادرانم میدهند و اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم به نام من میکنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید
به من ارتباطی ندارد. پرونده اکبر طبری با نام صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه گره خورده. کسی که یک سال پیش 16 روز پیش از دستگیری طبری در بیانیه ای از او دفاع کرد. برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس پیشین قوه قضاییه هم خود مستقلا آنها را بررسی کرده بود و خلاف بودن آنها برای او محرز شده بود. ملبس به لباس غلامرضا منصوری یکی از دو قاضی متهم در این پرونده و از جمله متهمانی است که در خارج از ایران به سر می‌برد. آقای منصوری که ده‌ها روزنامه‌نگار به دستور او به زندان افتادند، دو روز پیش با انتشار این ویدیو گفت دلیل بازنگشتنش شیوع کرونا است. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن ان شاء الله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را ان شاء الله فراهم نمایم. ولی دادستانی می گوید این حرف صحت ندارد. چون هیچ گواهی پزشکی به اینجا ارائه ندادم. بعضی این محاکمه را تسویه حساب و منفعت جویی سیاسی می‌بینند، بعضی دیگر اقرار قوه قضاییه به فساد در دادگستری، پرونده‌ای که هنوز پای مقام‌های عالی رتبه ایران مستقیماً با آن باز نشده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه محمد رضا سبزعلی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی ایران از تهران با ماست. آقای علی‌پور معتقدند که امثال طبری‌ها علت فساد نیستند و معلول آنند و برخورد با فساد در این سطح مایه دلگرمی است. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده، هم از فرانکفورت آلمان با ما هستند. آقای سرکوهی معتقدند فساد اقتصادی در ایران نهادین است و با محاکمه‌های گزینشی و نمایشی نمی‌توان با این فساد سیستماتیک مبارزه کرد. خوش آمدید به برنامه. آقایان، آقای سرکوهی، معتقدید که این دادگاه ها گزینشی و نمایشیه؟ بله، ببینین، اگر به این دادگاه ها نگاه کنیم، به نوع افرادی که میان به این دادگاه ها و اصلا به خداهای رئیسی و اینکه به اصطلاح دادگاه ها در یک سطح میانی متوقف شده، اونم در مورد برخی از افراد، میبینیم که در واقع این کلاشی است برای اینکه رژیم میخواد بحران که با بحران مشروعیت در پایگاه های اجتماعی خودش مواجه هست مقابله بکنه. میدونیم که دیما، شورش های دیما و آبان ما و غیره به رژیم این پیام رو هم داد که پایگاهش در میان لایه های ضعیف و مثلا فقیر و کم درآمد جامعه بسیار تضعیف شده. و یکی از مواردی که همیشه مطرح میشد در این شورش ها که علیه جمهوری اسلامی بود، مسئله فساد اقتصادی نهادینه شده و ساختاری در ایران هستش. حالا این یک تلاشی است البته برای اینکه بتونن به اصطلاح بگن که بله، ما با فساد مبارزه میکنیم. و از طرف دیگه خب آقای رئیسی هم میدونیم جاه طلبی های سیاسی داره. گفته میشه که یکی از نامزدهای رهبری هستش بعد از آقای خامنه ای. حالا چقدر درست هست یا نه، اما این حرف گفته میشه، تکذیب هم نشده که او هم یکی از نامزدها هستش. و در این حال خب در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کرد و و و و او که خودش اصلا یکی از مورهای اصلی همین نظام قضایی است، همه عمرش هم در این سیستم بوده و همه درجات و به اصطلاح ترقیاتش هم در همین سیستم و در سازگاری با همین سیستم بوده، حالا میخواد به اصطلاح با فساد در این سیستمی که خودش یکی از به اصطلاح عناصر اصلیش بوده مبارزه بکنه. در واقع یک نوع هم یک تلاشی برای کسب اعتبار برای رژیم، هم تلاشی برای کسب اعتبار برای آقای رئیسی. و در عین حال هم اون برخی از میدونیم که در جنگ‌های جناحی و باندی و فامیلی در جمهوری اسلامی کسانی که از مرکز به حاشیه رونده میشن، حالا دارن با افراد میانی اونا هم کمی تسویه حساب میکنن. فساد بعدن اگر خواستید من اجازه بدین من توضیح خواهم داد که این فساد ساختاری هست و چرا ساختاری هست و چرا با این محاکمات حل نمیشه. برمیگردیم بهش. آقای سبزعلی پور، شما معتقدید که این دادگاه‌ها مایه دلگرمیه؟ با نام یاد خدا بابا سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. بله، بنده اعتقاد دارم که این دادگاه‌ها مایه دلگرمی است و خیلی خوشحالم که دادگاه‌های ما امروز، یعنی قوه قضاییه به ریاست جناب آقای رئیسی،
دادگاه‌هایی رو دارن تشکیل میدن و به فسادهایی دارن رسیدگی میکنن و به فساد افرادی دارن رسیدگی میکنن که به هر صورت سری توی مقامات داشتن و این رسیدگی مایه دلگرمی است که فارغ از مسائل جناحی و سیاسی افراد رو که فساد دارن به پای میز محاکمه کشیدن و دارن باشون به هر صورت برخورد میکنن. این مایه دلگرمی است. اما در ارتباط با بحث مهمان برنامه‌تون، این دوستان 40 سال است که می‌فرمایند نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل مشروعیت داره و به خاطر مشروعیت این دادگاه‌ها رو به حساب برگزار می‌کنه. در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اگر برگزار نکنه میگن چرا دادگاه برگزار نمی‌کنه؟ رسیدگی نمی‌کنه. اگر دادگاه برگزار بکنه که می‌فرمایند که 40 سال چون مشروعیت نداره یا مشروعیتش زیر سوال رفته به خاطر این کارو می‌کنه. یا می‌فرمایند آقای رئیسی جاه طلبی سیاسی داره. این چه بحثی است که دارید انجام میدید؟ به هر صورت امروز دارن به یه فسادی رسیدگی می‌کنن. ما باید این فساد رو مورد ریشه‌یابی قرار بدیم و خوشحال باشیم که حداقل اگر 10 تا فساد هست دارن به یکیش رسیدگی میکنن. آقای صدری پور، آقای طبری 20 سال سر کار بوده و از حامیان او صادق لاریجانی بوده، چرا سراغ صادق لاریجانی نمیرن، کسی که او رو در واقع بیگناه میدونسته؟ ببینید، خدمتتون باید عرض بکنم که آقای طبری 20 سالی است که در قوه قضاییه در این سطح خدماتی رو داشتن و فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادن، حالا شاید خدمات مثبتی هم داشته باشن، ولی امروز به لحاظ اینی که ایشون یک متهم و در دادگاه هستن و با لباس زندانی در اینجا هستن، ما ایشون رو و رفتار و عملکردشون رو از منظر یک متهم مورد ارزیابی قرار میدیم و راجبش صحبت می‌کنیم، کاری با خدمات مثبت قبلش نداریم. اما اینکه چرا آقای لاریجانی رو زیر سوال نبردن و با آقای لاریجانی کاری نداشتن، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بوده، ایشون یعنی آقای اکبر طبری یکی از مسئولین قوه قضاییه و فعالین در دفتر ریاست قوه قضاییه بوده. فساد از ناحیه ایشون انجام شده و تمام فعالیت هایی که انجام شده و امروز پرونده‌ای که تشکیل شده با امضا و نام ایشون بوده، اسم آقای لاریجانی مطرح نبوده. اما اینکه اگر بخوایم بگیم چرا آقای لاریجانی با ایشون برخورد نکرده که اگر رئیس قوه قضاییه بوده، این دو تا حالت داره، یا اینکه اطلاع نداشتن که این ضعف قوه قضاییه رو در زمان آقای لاریجانی میرسونه که بایستی به هر صورت اینقدر حواسا جمع میشد که همچین اتفاقایی نمیفته، یا اینکه اطلاع داشتن و در حال جمع‌آوری پرونده بودن که در زمان مقتضی این اتفاق بیفته. البته آقای لاریجانی گفتن که بررسی شده و تبرئه شده، یعنی مشخصا اطلاع داشتن، پرونده‌ای بوده، رسیدگی شده بوده و آقای لاریجانی به نشستن که این اطلاعی گناهی مرتکب نشده بود. آقای طبری، آقای لاریجانی این فرمایش رو فرمودن؟ بله، آقای لاریجانی گفتن که در زمان خودش رسیدگی شده بوده به پرونده آقای طبری و ایشون تبرئه شده. اطلاعی ندارم. اگر آقای لاریجانی فرمودن که ایشون رسیدگی کردن و به پرونده آقای اکبر طبری و تبرئه شدن، من از اون موضوع هیچ اطلاعی ندارم و ورود پیدا نمی‌کنم به صحبت جناب آقای لاریجانی. خودشون بیان توضیح بدن که چی بوده و این قضیه و چه دادگاهی بوده که هیچ کس ازش خبر نداره. اما در ارتباط با آقای اکبر طبری باید عرض بکنم که ایشون علت فساد نیست، که همچنان که شما توی بحث اولتون فرمودید، ایشون و امثال آقای طبری ها معلول فسادن. ما بایستی در مملکتمون بیاییم علت فساد رو از بین ببریم، چون امروز اگر اکبر طبری رو هم محاکمه بکنیم ولی علت فساد از بین نره، فردا ده ها اکبر طبری های دیگه مجددا رشد خواهند کرد و چه بسا الان در حال رشد کردن هم باشن و ما فردا پس فردا با اینها هم مواجه هستیم. این مسئله، اجازه بدین برگردیم به این بحث، اینو بیشتر باز می‌کنیم. آقای علی پور، فکر می‌کنید آقای سرکویی که علت فساد چیه؟ من اول توضیح بدم که من نگفتم که 40 سال هست رژیم با بحران مشروعیت روبرو است. تو همینه، من گفتم پایگاه های جمهوری اسلامی در بین لایه های فقیر و کم درآمد ضعیف شده و با بحران و این اونو با بحران مشروعیت مواجه کرد. 40 سال اینا حرفای این درست نیست که آدم یه حرفایی رو که کسی نزده بذاره تو دهنش، شیبه خیلی بدیه. دوم، همین شیبه که در اروپا شما اگه نگاه بکنید، در دموکراسی ها اینطور نیست که وقتی در یک دستگاه یک فساد بزرگی رخ میده، مسئول اون دستگاه به محاکمه کشیده میشه و به استعفا میده حداقل، نه اینکه مثلا ما بگیم یک نفر در یه جای پیدا کنیم. اما در مورد سوال اصلی شما، من توجه بکنیم که ما یک ساختار جمهوری اسلامی ایران، یک کشوری ما داریم که اتکا اصلیش به درآمدهای نفتی هستش و بعد این استبداد بر او حاکم هست.
هر جایی که در و بعدم اقتصاد نیمه دولتی، اقتصاد نیمه دولتی استبداد و اتکا به درآمد نفت به گفته همه متخصصان منجر به فساد نهادی نمیشه. بعد در این داستان ما وقت یک نهاد ولایت فقیه داریم که بزرگترین به اصطلاح نهاد اقتصادی ایران هست و هیچ نوع حسابرسی هم نداره، از هر نوع به اصطلاح حتی بخش مالیات هم نمیدن نمیده و به اصطلاح هیچ نظارتی بر او نیست. و از طرف دیگه نهادهای نظامی امنیتی داریم که در اقتصاد بسیار فعالن. اینا چیزی هست که دیگه به اصطلاح فاکتوری است که خود حکومت هم نوشته و بر اینا هم هیچ نظارتی نیست. مناسبات باندی و فامیلی و جنایی است که پدیده‌های آزاده را ما میدونیم، همه هم از او اطلاع دارن. از طرف دیگه در این 40 سال، اینجا من صحبت از 40 سال میکنم، نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ما با هجوم عظیم جمهوری اسلامی نازل شده، مبتذل شده، تقلیل پیدا شده، تخریب شده و قبه و یکی از تجلیات اون این استش که قبه زد و بند و دزدی و باند و رشوه و غیره از بین رفته، نه اینکه در همه افراد اما به طور کلی. و بعد هم ما یک مسئله تحریم ها رو داریم که خود این دور زدن تحریم ها چون از هر نوع نظارت و حسابرسی جدی به صورت سیستماتیک برخوردار نمیتونه باشه عملا، این خودش به این فسادها دامن زده. از طرف دیگه کشور ما استبدادی هست، سانسور هست. همه کارشناسان دنیا میگویند که یکی از مهمترین راه های مبارزه با سانسور آزادی رسانه ها است که در ایران وجود نداره، آزادی گردش اطلاعات وجود نداره. مجموع همه اینا رو نگاه کنیم، به خصوص بافت استبدادی، نهاد ولایت فقیه و بعد هم به اصطلاح ساختار اقتصادی ایران که ساختار اقتصادی نیمه دولتی متکی بر نفت هست و تحریم ها و غیره و غیره، زمینه ای به وجود آورده که فساد از اینکه یک نفر در یک جای فساد کرده، دو نفر در یک جای فساد کردن، فساد اقتصادی گذشته و اغلب کارشناسان داخلی و خارجی از فساد نهادی نشون دو صحبت میکنن، در حدی که بانک جهانی اصلا اعلام کرده بود که اگر تحریم ها هم از بین بره، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که جمهوری اسلامی خیلی خواهان اون هست نخواهد شد، چون با این سطح از فساد نهادی نشده اصولا رغبتی وجود نداره. مجموع همه این عوامل رأی ما نگاه بکنیم، حالا این وسط مثلا وقتی که درگیری جناحی میشه، باندی میشه، الان نگاه کنیم شما به همین قضیه، شما یک جناح مشخصی رو که از مرکز قدرت داره حذف میشه رو هدف گرفتن، اونم چه کسانی رو؟ افراد میانی یا پایینی اونا رو. یعنی ما نمیبینیم که مثلا نهادهای اقتصادی نظامی، کسانی که در نهاد ولایت فقیه هستن، نمیدونم خود آقای امین لاریجانی که خود شما بحث کردین و غیره و غیره، که مسئولیت مستقیم دارن در این موارد، حالا یا دخیل بودن یا چشم‌پوشی کردن یا نمیدونم در باند بازی سیاسی خودشون نخواستن مسئله رو ببینن. در همه جنبه‌ها اونها هست از این افراد میانی ما. آقای سبزعلی پور، شما فکر میکنید که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده و به شکل سیستماتیک در جریانه؟ نه، من اعتقاد ندارم که نهادینه شده، بلکه اعتقاد دارم که افرادی متاسفانه هستند که خیلی 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 آلوده فساد شدن و مسائل منافع شخصی خودشون رو به منافع ملی ترجیح دادن و اینها باعث شدن که حتی اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران رو هدف بگیرن. و الا فساد در همه کشورها هست، در کشورهای دیگه هم ما میبینیم، اتفاق در چین هم میبینیم یه همچین فسادهایی هست، حتی اعدام میکنن مقاماتی رو. در خود آمریکا مگه خود ترامپ کم آدمیه که کم که فساد کرده؟ خیلی وقتا شجاعانه هم واسطه گفته بله من این کار رو کردم. اما وقتی که ما میرسیم به ایران، ما داریم خیلی از آدمایی که دوی رأس نظام دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و هیچ فسادی ندارن و تا به امروز هم بدون حاشیه فعالیت میکردن. اما اگر چهار نفر مثل علی پور یا مثل اکبر طبری ها پیدا میشن و تو این مملکت مرتکب فساد میشن و پاشون سر میخوره، این دلیل خاص خودش رو داره. این به دلیل اینی که نهادینه شده پس همه همیشه این اتفاق خواهد افتاد نیست. ما دلایل داره، دلایلش این استش که یکی ضعف قانونه، ما ضعف قانون داریم. دوم این استش که عملکرد سازمان ها شفاف نیست، اینا باعث فساد میشه. به طور مثال اگر بانک مرکزی وقتی که قوانینی که به هر صورت توی مملکت هست کار شفاف باشه، وقتی که ما میاییم ارزی رو یه دفعه میکنیم 4200 تومان، البته این به صورت قانونی، حالا دولت این اتفاقات از طریق دولت افتاده، وقتی که ارزی میشه 4200 تومان، بعد میشه نمیدونم دولتی، بعد میشه نمیدونم 10 تا اسم روش میاد، بعد بی آزادش میشه 17000 تومان، اینجا یک سری فسادهای یواش یواش رشد میکنه. خب وقتی فسادها منجر به فساد نهادینه نمیشه آقای سبزعلی پور، برای اینکه شما میگین چند نفر فساد کردن، ولی من فقط به طور مثال به شما بگم کسانی که متهم به فساد مالیان فقط برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور، برادر دو برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت، فرزند و همسر و داماد دبیر شورای عالی امنیت، فرزند و همسر رئیس مجلس، اینا اکثرشون متهم به فساد مالیان. فساد نهادینه به چه شکل پس؟
فساد، ببینید فساد نهادینه، خدمت شما عرض کنم که این هستش که شما نتونید تو یک دستگاه یا یک سیستمی دیگه آدم سالم پیدا بکنید. ما 80 میلیون نفر جمعیت داریم. تو 80 میلیون نفر جمعیت ایران چقدر افرادی رو داریم که دولتی هستن یا سازمانی هستن یا تو سپوه دارن فعالیت میکنن و چقدر از اینها مدیران ارشد هستن که خانواده های خودشون هستن. ما میایم میبینیم توی این خانواده ها بعضن افرادی هستن که از سمت و جایگاه خودشون و پدرشون و نمیدونم پدر خانمشون یا هر کس دیگه ای که هستش سوء استفاده کردن. اگر قرار هستش که ما بیایم بگیم آقای فلانی داماد فلانی یا دختر فلانی یا نمیدونم برادر فلانی و اینا سوء استفاده کردن، اگه برادر رئیس جمهور سوء استفاده کرده چه ربطی به این داره که ما بهش بگیم فساد نهادینه شده یا برادر معاون اول رئیس جمهور اگر فساد کرده؟ ما نمیتونیم بگیم که فساد نهادینه شده دیگه، همه جا هست، تو بدنه ریاست جمهوری همه دارن فساد انجام میدن، تو قوه قضاییه چون اکبر طبری این کار رو کرده همه دارن فسادن. این نه، نهادینه نیست به نظر من، بلکه فساد زیاد شده. میتونیم بگیم فساد زیاد شده و افراد مفسد زیاد شدن و ما تا زمانی که عملکرد سازمان ها و عملکرد دستگاه ها رو ببریم داخل اتاق شیشه ای که مردم این رو ملاحظه بکنن همیشه فساد هست. زمانی که من احتیاج دارم که برای اینکه کارم رو جلو بندازم، کارم گره میخوره، برم به امثال طبری ها مراجعه بکنم، یا همچین اتفاقاتی خواهد افتاد مگر اینکه کارها منظم و درست باشه که احتیاج به مراجعه به امثال آقای سرکوهی دیدم دارین سر تکون میدین. بله، اولا این شده که تعریفی کردن از فساد نهادینه شده که من در آوردیست و فکر کنم فقط خود ایشون این حرف رو میدارن. فساد نهادینه شده اصطلاح جا افتاده، تعریف مشخصی هم داره. فساد نهادینه شده این نیست که همه افراد جامعه گفتن 80 میلیون فاسد باشن، همچه چیزی اصلا که هیچ این خیلی نمیدارم. حالا فساد نهادینه شده وقتی است که سیستم، یک سیستم چنان باشد که از دل اون به ناگزیر فساد اقتصادی در بیاید. من توضیح دادم که چه عواملی در سیستم جمهوری اسلامی است که از دل اون به ناگزیر فساد نهادینه شده بیرون میآید. این به تعداد مفسدین ربطی نداره، به سیستم ربط داره. نهاد اصلا مربوط بحث سیستمه، نه بحث افراد. این بحث های علمیه جدیه. دومی که گفتن که در همه کشورها فساد است، نه خیر. در آلمان وقتی یک مورد فساد اقتصادی رخ بده که خیلی به ندرت رخ میده، وزیر استعفا میده، تا ته پرونده میرن، مطبوعات شفاف بیان بعد. اما ایشون یه حرفی زدن که حرف بسیار جالب بود، گفتن که باید شفافیت باشه. در سیستم استبدادی شفافیت ممکن نیست. شفافیت وقتی است که آزادی رسانه ها باشه، نه آزادی رسانه های جناح‌های حکومتی، همه رسانه ها آزاد باشن، گردش آزاد اطلاعات باشه، اطلاعات در اختیار روزنامه‌نویس ها قرار بگیره و اینا منتشر بشه. این به این میگن شفافیت. نهاد ولایت فقیر بشه بررسی کرد نهادهای بسیار اقتصادیش رو، بشه بررسی کرد نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران، بشه بررسی کرد نهادهای اقتصادی دیگریش رو، حالا هر کس دیگری رو. این شفافیت بله. و یکی از دلایلی که فساد نهادین هست در ایران این هست که در ایران ساختارش بر اساس استبداد و سرکوب آزادی بیان و سرکوب رسانه هاست و شفافیتی که ایشون میگن ممکن نیست. شفافیت این نیست که ایشون فکر کنن ادارات آقای علی پور. یک دقیقه جنبندی نهاییتون رو بشنویم. بدون جنبندی نهایی خدمت شما عرض کنم در یک دقیقه که امکان پذیر نیست، ولی خدمتتون عرض بکنم که همچنان که عرض شد بایستی عملکردهای شفافی باشه که امثال آدمهایی که مثلا حالا اسم نمیخوایم ببریم، ولی یک نفری که مورد که خیلی به اسم مثل آقای رسول دانیالزاده نیاد بره به شخصی مثل اکبر طبری متوسل بشه، کسی که ده‌ها هزار خدمت شما عرض کنم میلیارد کارخانه داره، بالاخره کارآفرین هست توی این مملکت، چرا باید یک شخصی مثل رسول دانیالزاده بیاد و با آقای طبری یک همچین مسائلی رو به وجود بیاره که ما میبینیم متاسفانه. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که عملکرد قوه قضاییه عملکرد مثبتی است. امیدوارم که این عملکرد ادامه پیدا بکنه و بحث شفافیت هم امیدوارم باز هم که رخ بده تو این مملکت، تا هیچ گونه فسادی رو ما از این به بعد در ارتباط با این قضیه نداشته باشیم. ما خیلی کسا رو داریم توی مملکت دارن خوب کار میکنن، دارن به صورت مستمر کار میکنن، فعالان بزرگ اقتصادی داریم که سالم دارن کار میکنن. امیدوارم آقای قالیباف که در دستگاه قوه مقننه در رأس قوه قرار گرفتن از همین امروز که فردایی که به هر صورت کاری هست، تمام قوانینی که مشکل دارن و ایجاد فساد میکنند رو و مواردی که به هر صورت هست رو اصلاح بکنند تا دیگه ما همچین مشکلاتی رو تو جامعه باهاش حداقل کمتر باهاش مواجه باشیم. ممنونم. باشه قوانین همین باشه، مشکلات ما به هر صورت. متشکرم. محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی ایران و فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده.
آمریکا و عراق از امروز گفتگوهای راهبردی را آغاز کردند که به گفته مقام‌های آمریکایی قرار است تمام جنبه‌های روابط دو کشور را پوشش دهد، از جمله سرنوشت حضور نظامی آمریکا در عراق. آمریکا این مذاکرات را بعد از آن پیشنهاد کرد که نمایندگان گروه‌های شیعه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس، نایب رئیس هشت شعبی عراق، به اخراج نیروهای خارجی رأی دادند. این رأی لازم الاجرا نبود، اما برای نیروهای ائتلاف بین المللی درد سرساز بود. آنها ناچار شدند مدت‌ها فعالیتشان را متوقف کنند. حالا بعضی از گروه‌های مسلح شیعه که به حکومت ایران نزدیکند هشدار می‌دهند که اگر آمریکایی‌ها عراق را ترک نکنند، آنها را به زور بیرون خواهند کرد. نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد. تمرین نیروهای آمریکایی و نروژی در میدان تیر. اینجا در پایگاه عین الاسد عراق. پنج ماه بعد از حمله موشکی ایران به این پایگاه، نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بخشی از فعالیت‌های معمولشان را از سر گرفتند. اما نگاهشان حالا به گفتگوهای دوخته شده که قرار است بین بغداد و واشنگتن آغاز شود. این ائتلاف به رهبری آمریکاست و هر نتیجه‌ای از گفتگوهای راهبردی حاصل بشه بر روند کار ما و نحوه همکاریمون با عراق تأثیر میذاره. شاید تکراری باشه، اما ما به دعوت دولت عراق و برای جنگ با داعش اومدیم. در این گفتگوها مشخص خواهد شد که آیا عراق به ما نیاز داره یا نه. کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه، و ابو مهدی مهندس، فرمانده هشت شعبی، در حمله پهپادی آمریکا در بغداد، عراق را متحیر کرد و روابطش با آمریکا را تا حدی شکراب. دو ماه قبل وزیر خارجه آمریکا خبر از شروع مذاکرات راهبردی با عراق داد تا به گفته او روابط بغداد و واشنگتن را بازبینی کنند. آمریکا به عنوان دوست نزدیک عراق به این کشور پیشنهاد داده که گفتگوهای راهبردی در اواسط ماه ژوئن شروع بشه. با توجه به تأثیر منفی کرونا و خطر سقوط اقتصاد عراق، مهمه که دو کشور برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و از دست رفتن موقعیت‌هایی که در جنگ علیه داعش و برقراری ثبات در عراق به دست آوردیم همکاری کنند. این گفتگوها همه موارد استراتژیک بین دو کشور را پوشش خواهد داد، از جمله آینده نیروهای آمریکایی در این کشور و بهترین راه برای حمایت از عراقی مستقل. این اما اولین گفتگوی استراتژیک میان آمریکا و عراق نیست. دو کشور سال 2008 هم مذاکرات مشابهی را آغاز کردند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه وقت عراق، نماینده این کشور برای اداره گفتگوها بود. گفتگوهایی که در نهایت به خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق ختم شد. آقای زیباری اما میگوید این بار کفه ترازو به سمت ماندن آمریکایی ها سنگین تر است. سال 2008 کردها خواهان موندن آمریکایی ها در عراق بودند، چون هنوز تهدید القاعده تموم نشده بود و کشور هم از نظر اقتصادی و نظامی به حمایت بیشتر نیاز داشت. سنی ها و شیعه ها خواهان خروج آمریکایی ها بودند، اما این بار سنی ها هم مثل کردها میخوان که نیروهای آمریکایی در عراق بمونند. در بین شیعه ها هم اختلاف نظر هست و تنها گروه های ایدئولوژیک تندرو خواهان خروج آمریکایی ها از عراق هستند. صدای این آژیر که خبر از آمدن خمپاره و موشک می‌دهد، در ماه‌های اخیر بارها و بارها در پایگاه‌های ائتلاف در عراق به صدا درآمده. بیش از 100 راکت به سوی این پایگاه‌ها شلیک شده، حملاتی که نیروهای نزدیک به ایران مظنون اصلیشان هستند. در چند ماه گذشته نیروهای ائتلاف 6 پایگاهشان را در استان‌های انبار، کرکوک و صلاح الدین ترک کردند، از جمله این پایگاه در ویرانه های ایستگاه قطار قائم در مرز سوریه و عراق که اهمیت استراتژیک داشت. اطراف این پایگاه در دو سوی مرز در کنترل نیروهای نزدیک به ایران است. مقامات ائتلاف دلیل خروج از این پایگاه ها را موفقیت در برابر داعش و توانایی عراقی ها برای دفاع از خود در این نواحی عنوان کردند، اما تأثیر نگرانی های امنیتی را هم رد نکردند. در سه ماه اول سال 2020 بیش از 20 بار به پایگاه‌های ما حمله شد. این حمله‌های بعضاً مرگبار سبب شد که ما تمرکزمون رو بر حفاظت نیروهامون بذاریم
و همچنین تصمیممون برای انتقال نیروها به پایگاه بزرگتر را سرعت ببخشیم. این تحرکات به روند جنگ با داعش هم لطمه زد. مثلا باعث شد پهپادهایی رو که باید برای پیدا کردن داعش استفاده می کردیم جهت محافظت از قرارگاه ها به کار بگیریم. اما گروه هایی مانند کتائب حزب الله که خود را محور مقاومت می خوانند هم به خروج نیروهای ائتلاف از پایگاه های عراقی به دیده تردید می نگرند و هم مذاکرات بغداد و واشنگتن. این جابجایی‌ها برای دور شدن از دسترس محور مقاومت و برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن این گروه‌ها. اونا با سازماندهی نیروها در پایگاه‌های بزرگتر دارن برای مقابله احتمالی با جمهوری اسلامی و یا حملات بیشتر علیه هشت شعبی در داخل عراق آماده میشن و یا حتی برای هدف قرار دادن حزب الله در لبنان برنامه‌ریزی می‌کنن. آمریکایی‌ها سعی دارن میدان جنگ را اینطور جابجا کنن و ضمن اینکه خودشون رو از تیررس خارج میکنن به بعضی مناطق استراتژیک هم اشراف پیدا کنن. عراق بعد از سقوط صدام سالها شاهد شورش گروه‌های مسلح شیعه علیه آمریکایی‌ها بوده، از طرفداران مقتدی صدر گرفته تا کتائب حزب الله و دیگر گروه‌های همپیمان ایران. بعضی از این گروه ها امروز هم تهدید می کنند که اگر گفتگوهای استراتژیک به خروج کامل آمریکایی ها از عراق منجر نشود، تاریخ تکرار خواهد شد. آمریکا بعد از سال 2003 هم برای موندن بلند مدت در عراق برنامه ریزی می کرد، اما گروه های مقاومت اونا را اخراج کردند. الان هم آمریکایی‌ها همون سناریو رو تکرار می‌کنن و می‌خوان این رو از راه گفتگوی سیاسی پیش ببرن. به نظر ما حتی تأکید بر خطر داعش هم بهانه‌ایه که در عراق بمونن. اگر در این گفتگوها تاریخی برای خروج سریع این نیروها از عراق تعیین نشه، اونا باز با فشار ملت عراق و محور مقاومت مواجه میشن، چون آمریکایی‌ها جز زبون زور چیز دیگه‌ای نمی‌فهمن. بستن دست و بال ایران و کمرنگ کردن نقش گروه‌های تحت حمایتش در عراق به نظر یکی از اهداف مهم طرف آمریکایی در گفتگو با عراقی‌ها خواهد بود. خواسته‌ای که به اعتقاد بعضی مثل آقای زیباری شرایط برای تحققش حالا مهیاتر است. بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی نفوذ ایران کم شده، چون کسی نمیتونه جا پای سلیمانی بذاره. قبل از کشته شدن او هم ایران با تظاهرات عراقی ها در شهرهای شیعه مواجه بود که مخالف تسلط ایران بر عراقند. در نتیجه در قیاس با سال 2008 نفوذ ایران کمتر شده. این به مفهوم بیشتر شدن نفوذ آمریکا نیست، اما آمریکایی ها حالا خودشون رو برای حمایت از عراق راحت تر حس میکنن. از طرفی عراق هم برای غلبه بر بحران اقتصادیش نیاز مبرم به حمایت آمریکا و جامعه بین المللی داره. حمایت آمریکا هم بدون حضور نظامی بعیده. این در حالیه که این پشتیبانی برای عراق بسیار حیاتی. جنگ آمریکا با ایران و متحدانش در میدان عراق حالا فراتر از حضور نظامیش است. اما حتی اگر گفتگوهای استراتژیک در نهایت به خروج آمریکایی‌ها از عراق منجر شود، این راه طولانی خواهد بود. آخرین خودروی زرهی آمریکا عراق را 4 سال بعد از مذاکرات راهبردی 2008 ترک کرد. و 2 سال بعد از آن، آمریکایی‌ها باز به عراق برگشتند. نفیسه کوهنورد، BBC. گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا امروز پیشنهادهایی به کنگره ارائه می‌کنند که گفته شده شامل سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران است. این تحریم‌ها به موازات سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا است. یکی از پیشنهادها موظف کردن دولت به جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران است. دولت ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حدود 4 ماه دیگر به پایان می‌رسد، تلاش می‌کند. رئیس جمهوری ایران امروز از روسیه و چین خواست جلوی این اقدام آمریکا بایستند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، میدان تازه رویارویی ایران و آمریکا. این بار بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران. اینجا آمریکا کوشش دیپلماتیک تازه‌ای را برای جلوگیری از به سر رسیدن مدت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در قطعنامه 2231 شروع کرده.
بر اساس این قطعنامه که توافق هسته‌ای را در چارچوب سازمان ملل قرار داد، تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی علیه ایران روز 18 اکتبر 27 مهر به سر می‌رسد. تاریخی که آمریکا می‌خواهد آن را تمدید کند. We would like to have the council extend the resolution. ما می‌خواهیم شورای امنیت قطعنامه 2231 را از طریق پذیرش قطعنامه تازه‌ای تمدید کند که هدف ما را تأمین کند. ولی اگر یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو کند، در آن صورت ما حق داریم که در چهارچوب قطعنامه 2231 همه تحریم‌ها را دوباره برگردانیم. همان مکانیسم برگشت سریع. با ورود S-300 به ایران اسلامی، گزارش شده وزیران خارجه روسیه و چین با نیم نگاهی به بازار بالقوه مهم برای تسلیحات در ایران، حالا در نامه‌هایی به رئیس شورای امنیت با کوشش تازه آمریکا مخالفت کردند. آنها میگویند این کوشش برخلاف قوانین بین‌المللی است، چون آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و دیگر نمیتواند از مزایای آن برخوردار باشد. در همین حال کنگره هم به کمک دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی آمد. گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره امروز مجموعه پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند که هدفش تشدید فشار حداکثری علیه ایران است. در این پیشنهادها دولت آمریکا موظف است که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را هدف قرار بدهد و کشورها، شرکت‌های تسلیحاتی، بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی که در ارسال تسلیحات به ایران نقشی دارند تحریم کند. در پیشنهادها از جمله فروش برق از ایران به عراق باید قطع شود. گروه‌های مسلح و نیابتی ایران در عراق باید تحریم شوند. و در آینده هم هیچ دولتی نتواند بدون تصویب کنگره تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. مشروط به این بود که رئیس جمهوری ایران از سوی دیگر امروز گفت آمریکا نمیتواند از پیشرفت‌های ایران در ساخت تسلیحات جلوگیری کند، اگرچه گزارش شده که مقام‌های ایران به روسیه و چین گفتند که هر نوع تمدید تسلیحاتی ایران بدون واکنش تند این کشور نخواهد بود. ما توقع ما از چهار کشور دائم اینه در برابر این توطئه ایستاده، در برابر این توطئه بیستند، به خاطر منافع جهان، به خاطر ثبات جهان، به خاطر منافعی که در توافق هسته‌ای اون منافع مد نظر منطقه و جهان بود، مخصوصا از دو کشور دوستمون یعنی روسیه و چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند. در این شرایط به نظر می رسد که شاید آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه به دست اعضا رسیده کار را برای آمریکا تا حدی آسان کند. در این گزارش گفته شده که ایران برخلاف تعهداتش در توافق هسته‌ای از دسترسی بازرسان آژانس به بعضی از سایت‌های اتمی جلوگیری می کند. در حالی که برخلاف تعهداتش ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش را هم افزایش می دهد. گزارشی که ممکن است قدرت‌های اروپایی را متقاعد کند که شاید عمر توافق هسته‌ای برجام به پایان رسیده. کسروناجی، بی بی سی. جمعه روز جهانی مبارزه با کار کودکان است، فرصتی برای افزایش آگاهی و فعالیت در این راستا. امسال وضعیت کودکان کار در سایه بحران کرونا مورد توجه قرار گرفته. اواخر زمستان گذشته مدیر کل اجتماعی استانداری تهران از تهیه فهرستی از کودکان کار افغان خبر داد که قرار است به کشورشان برگردانده شوند. او گفته بود این کودکان ممکن است موجب شیوع بیشتر ویروس کرونا شوند. اما از زمان اعلام این خبر تا به حال چه اتفاقی افتاده؟ فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. گرسنگی و تشنگی خیلی کشیدیم، آمدیم اینجا و همه همه 300 400 پولی که داشتیم تو را همه مامورا گرفتن. این یکی از ده ها کودک کار افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده. 15 سالمه، اهل ولایت فاریاب، بیش از 1200 کیلومتر راه را طی کرده و خود را به چالوس در شمال ایران رسانده بود. 40 رستوران ماندم در ایران کارگری میکرد. حالا اقتصاد ما ضعیف بود، اگر رفتیم ایران واسه گفتیم کار کنیم یکم پیشرفت کنیم. آرزوهایش برای زندگی بهتر اما پس از چند ماه نقش بر آب می شود. ماموران در ایران او را می گیرند و در اوج شیوع کرونا به افغانستان برمی گردانند. لحظاتی شاد پس از سفر طولانی و دشوار برگشت. اینجا کمپ انصار در هرات است.
در نزدیکی مرز ایران. کمپ انصار اقامتگاه کوتاه مدت پناهجویان از جمله کودکان است. من محمدم، من از نور گرفتن. محمد تنها 20 روز در ایران بود. پول نداشتیم، ما رو رد نکردن. کودکان اخراج شده افغان باید هزینه انتقالشان تا مرز افغانستان را خودشان بپردازند. از حاصل دسترنجشان. در داخل جمهوری اسلامی ایران یک مقدار تحت نام شهریه از اینا گرفته میشه که حدوداً 100 هزار تومان هست و این پول خود بچه ها باید بپردازند. اخراج کودکان کار افغان از ایران در سالهای قبل هم وجود داشته. با شیوع ویروس کرونا جمع آوری کودکان کار در ایران به طور موقت متوقف می شود و به تبع آن روند اخراج کودکان کار افغان هم. اما این کار اخیراً از سر گرفته شده، ظاهراً با شتاب بیشتر. ایران خود تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکاست و وضع اقتصادی دشواری دارد. علاوه بر آن، این کشور کانون شیوع کرونا در منطقه است. اما شاید دلیل شتاب گرفتن روند بازگرداندن مهاجران را بتوان در سخنان مدیر کل اجتماعی استانداری تهران جستجو کرد. در گفتگویی با روزنامه شهروند در 25 اسفند ماه پارسال. کودکان کار حفاظت‌های بهداشتی را ندارند و در سطح شهر ممکن است این بیماری را بیشتر شیوع دهند. هرچه دیرتر عودت داده شوند ممکن است موجب سرایت بیشتر به جامعه آسیب دیده شوند. یک فهرست حدود 400 نفره از نام و نشانی کودکان افغانستانی در اختیار سفیر افغانستان قرار گرفته تا این سفارت با همکاری استانداری و بهزیستی بتوانند این کودکان را چه با خانواده و چه تنها رد مرز کنند. اینا از محل کار، از بین راه، از کنار خیابان گرفته میشن و توسط پلیس ایران دیپورت میشن به یا اخراج میشن به داخل افغانستان. که در یک و نیم ماه گذشته حول و حوش 1000 خورده ما داشتیم از اطفال که از ایران متاسفانه اینا دیپورت شدن. و این سخنان آقای نادم مرداد ماه پارسال. هر ماه حدودا بین 200 180 تا 250 نفر را ما داریم که به شکل اجباری اینا دیپورت میشن و داخل افغانستان. افزایشی آشکار در شمار کودکان اخراج شده. موضوع را با گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در میان می‌گذارم. درسته که اسفند ماه پارسال مشخصات حدود 400 کودک کار افغان در ایران در اختیار سفارت شما قرار گرفته تا با خانواده یا بدون خانواده رد مرز به عبارتی اخراج بشن. ما از جمهوری اسلامی ایران هیچ خروج اجباری نداریم خانم اکبریان. و اینایی که در مورد اطفال وقتی صحبت صورت میگیره به خاطر که اینا زیر سن هستن بنان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت در تهران هماهنگی صورت میگیره. اما رئیس امور برگشت مهاجرین هرات نظر دیگه ای دارن. ایشون تو گفتگویی که با ما داشتن گفتن که در یک ماه و نیم اخیر بیش از 1000 کودک کار از ایران اخراج شدند. نظرتون در این باره چیه؟ معلومات من که از سفارت افغانستان مقیم تهران دارم امیر نشان میده که ما خروج اجباری نداریم تا حال و این معلومات را که مسئولین شعبه مهاجرت در هرات برتان داده باید تو را چک کنم و خودم را پیم بساز. جاوید نادم معتقد است در اخراج کودکان صلاح و مشورتی با کابل نمی شود. زمانی که اخراج صورت می گیره بدون هماهنگی با سفارت افغانستان هست و بدون هماهنگی با دولت افغانستان هست. یعنی ما از زمان اخراج و تعدادی که قرار است اخراج بشن هیچ اطلاعی نداریم. دیپورت میشن به داخل افغانستان و تحویل ما در نقطه سفری یا در مرز داده میشن. در روند بازگرداندن کودکان کار افغان آنها از شهرهای مختلف ایران جمع آوری میشوند. سپس به اردوگاهی در مشهد منتقل میشوند. مقصد بعدی هرات است. در نهایت پس از شناسایی خانواده هایشان نزد آنها فرستاده میشوند. چند نهاد از جمله World Child انگلستان، یونسف و سازمان بین المللی مهاجرت در این مرحله همکاری دارند. افغانستان این روزها درگیر دو جنگ است. جنگ قدیمی داخلی و جنگ علیه دشمنی تازه، ویروس کرونا.
مسئولان وزارت صحت افغانستان بیش از 3 ماه پیش اعلام کردند که اولین موارد مشکوک به کرونا در این کشور در هرات دیده شده. کلان شهری در غرب افغانستان با مرز طولانی با ایران. این شهر حالا یکی از مراکز شیوع ویروس کرونا در افغانستان است. مشخص نیست چه تعداد از کودکان کار اخراج شده از ایران کرونا را با خود آورده اند. کودکانی که اگر علائم اولیه از جمله تب بالا را نداشته باشند، در بدو ورود از آنها آزمایش کرونا گرفته نمی شود. پول من اونجا مانده است. 3-4 میلیون پیشی صاحب کارا مانده. این کودک حاضر نیست به ایران برگردد، حتی به قیمت گرفتن طلبش. برای بسیاری از همسن و سالهایشان این دوران دوران سرخوشی و بازیگوشی است. اینها اما می‌دانند خارج از این پناهگاه باید بازی‌های کودکانه را کناری بگذارند و به فکر نان شبشان باشند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در ایران لایحه حمایت از حقوق کودکان بعد از گذشت بیش از یک دهه هفته گذشته تبدیل به قانون شد. به این ترتیب تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیدند کودک حساب می شوند و تحت حمایت قانون جدید قرار می گیرند. همچنین بر اساس این قانون کسانی هم که در گزارش دادن موارد کودک آزاری کوتاهی کنند جریمه خواهند شد. مریم افشان گزارش می‌دهد. بیش از یک دهه سرگردانی در دولت و مجلس و شورای نگهبان، بالاخره قانونی برای حمایت از حقوق کودکان تصویب شد. شاید آخرین دلیلش قتل رومینا اشرفی، دختر 13 ساله به دست پدرش باشد. این قتل بار دیگر انتقادها به عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان را بر سر زبانها انداخت و بسیاری گفتند چند کودک دیگر باید قربانی شوند تا حکومت راهکاری قانونی برای مقابله با خشونت علیه کودکان وضع کند. حالا شورای نگهبان بعد از سالها رفت و برگشت لایحه بالاخره آن را تصویب و قانونی کرد. این قانون مرز میان کودکی و بزرگسالی را تعیین کرده و تمام کسانی که به سن 18 سال شمسی نرسیدند مشمول این قانون هستند و از حمایت قانونی برخوردارند. موارد زیادی در این لایحه اشاره شده بود که حالا بر اساس آن کودکان و نوجوانان مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. از جمله بی سرپرستی کودک و نوجوان یا بی توجهی نسبت به آنها، ابتلاع هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور، خشونت مستمر والدین، بازماندن کودک و نوجوان از تحصیل و وارد کردن کودکان به تکدیگری و قاچاق و اعتیاد آنان به مواد مخدر. در روزهای گذشته مادری در مشهد تصاویر و فیلم‌هایی از آزار پسر بچه‌اش را در اینستاگرام منتشر کرد، احتمالاً برای جلب فالوور بیشتر. حالا مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی هم گفته هر گونه کوتاهی در اعلام کودک آزاری بر اساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جرم است. به عنوان مثال اگر فردی از کودک آزاری در همسایگی خود یا حتی در فضای مجازی مطلع شود و به مراجعی مانند بهزیستی و یا پلیس فتا اطلاع ندهد جریمه می شود. البته مطابق قانون افراد به شرطی ملزم هستند کودک آزاری را گزارش کنند که خطری شدیدتر خودشان را تهدید نکند. برای افرادی که کودکان را مورد حمایت قرار ندهند، مجازات‌های درجه 6 در نظر گرفته شده. بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان، جزای نقدی بین 2 تا 8 میلیون تومان و شلاق و محرومیت‌های اجتماعی. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف قانونی سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را هم مشخص کرده. حمایت از کودکان موارد بسیار گسترده‌ای دارد. از کودکان کار و بی سرپرست گرفته تا کودکانی که در خانه مورد خشونت والدین قرار می‌گیرند. قتل رومینا اشرفی با داس پدرش نه اولین و نه آخرین نمونه خشونت علیه کودکان است که نیاز به حمایت قانون دارد. بعضی امیدوارند با اجرای دقیق این قانون تحولی در حمایت و ارتقای حقوق کودکان در ایران رخ دهد. بعضی هم نگرانند ضمانت اجرای این قانون و راهکارهای اجرای آن چگونه خواهد بود. آنچه مسلم است هرچه قانون سختگیرانه تر شود شاید بتوان امیدوار بود در آینده کودکان کمتری قربانیان خشونت باشند. مریم افشنگ، بی بی سی.
حکایت دریا آخرین ساخته سینمایی بهمن فرمانارا ساعتی پیش اکران اینترنتی شد. آقای فرمانارا 4 سال در انتظار صدور مجوز اکران ماند و سرانجام تصمیم گرفت فیلمش را به صورت آنلاین به نمایش بگذارد. پیش از این هم در ایام شیوع کرونا و تعطیلی سالن‌های سینما چند فیلم دیگر از جمله فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا اینترنتی اکران شدند. در فیلم حکایت دریا بازیگرانی همچون علی نصیریان، فاطمه معتمداریا، لیلا حاتمی، علی مصفا، صابر ابر و خود آقای فرمانارا ایفای نقش کردند. سلام. میروی و میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه. این 5 دقیقه رو الان میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میره؟ من ازتون خدافظی کنم برم، میرم ترکیه. ترکیه؟ خب اونجا تنها جاییه که ویزا نمیخواد. جهنم هم ویزا نمیخواد، آدم بلند نمیشه بره جهنم. ای کاش مغز ما رو عوض میکردن. وای من گچ، خوشبخت آن که خرامت بلاغ رفت. بهمن فرمانارا کارگردان از تهران با ماست. آقای فرمانارا خوش آمدید به برنامه. ابتدا از این شروع بکنیم که اکران امشب فیلم چطور پیش رفت؟ استقبال چطور بوده؟ والا من آمار به اصطلاح استقبال مردم رو فردا نزدیک ظهر به من میدن، برای اینکه وسیله دیگری در واقع نیست. ولی خب بعد از اینکه 4 سال فیلم تمام شده بود و اکران در ایران بسیار مهندسی شده است و کسایی که برای دولت فیلم می‌سازند هم عید نوروز به اصطلاح فیلماشون پخش میشه، هم عید فطر و وقتای مناسب به اونها داده میشه. این بود که من موقعی که سینماها تعطیل شدند و این امکان اکران به اصطلاح آنلاین پیش اومد، من استقبال کردم چون بالاخره فیلم دلم میخواد که دیده بشه و امیدوارم که حسابی دیده شده باشه. آقای فرمانارا احساستون چیه به عنوان فیلمسازی که فیلم رو برای پرده سینما ساختید و الان باید به شکل اینترنتی منتشرش بکنید؟ والا احساس خوبی نیست، به خاطر اینکه سینما، وجود سینما، اینکه شما با 600 نفر 700 نفر که نمیشناسین یک تجربه مشترک داشته باشین و فیلم بزرگ و پرده سینما نشون داده بشه، یک ماهیت سینماست که واقعا هیچ وقت فرق نخواهد کرد و برای ما همیشه لذتش اینه که در خود سینما نمایش بشه. اما واقعیت موجود در حال حاضر اینه که بالاخره یکی دو نفر سرمایه گذاری کردن برای فیلم من و الان فرصت اکران آنلاین اون چیزیست که در دسترس و برای همین من بهش خندم. فکر میکنید که امکان اکران اینترنتی برای فیلمسازهای مثل شما که بعضا مجوز انتشار فیلمشون رو نمیگیرن چه امکاناتی فراهم میکنه؟ اساسا آیا فکر میکنید که کمک میکنه یا مانع برای کارگردانهای مثل شما؟ ببینید، اینا توضیح بدم که ما پروانه نمایش در واقع 3 سال بود که داشتیم، ولی این پروانه نمایش باعث شد که ما یه قرارداد پخش با یه شرکتی امضا کنیم، ولی اون شرکت نمیتونست با این سیستمی که فیلم ها در ایران پخش میشن و در واقع مهندسی دولتی در پخش فیلم هم به اصطلاح نفوذ داره، فیلم رو نتونستن نشون بدن. بنابراین من فیلم رو پس گرفتم از شرکت پخش و فعلا آنلاین امشب به اصطلاح پخش شده. ولی واقعیتش اینه که اکران آنلاین مثل بی او دی، مثل چیزهای دیگه در آینده خواهد بود، ولی هدف من و هدف این سازهای دیگه همه اینه که فیلممون رو بر پرده سینما ببینیم و ازش حمایت بشه. اون فعلا در مملکت ما ممکن نیست.
آقای فرمان رو در سایه بحران کرونا بسیاری از سینماگران در سراسر دنیا نگران آینده سینما. شما آینده سینما رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که دوباره روزی رو خواهیم دید که سالن‌های سینما پر بشن؟ من فکر می‌کنم که سینما بدون سالن سینما در واقع اون سینمایی که ما دنبالش هستیم نیست. و همین دلیل هم هست که فیلمسازهای بزرگی مثل مارتین اسکورسیزی، مثل استیون اسپیلبرگ این موضوع رو عنوان کردن که سینما یک جزء لاین فک اون سینمایی است که ما دنبالش هستیم. درسته که در حال حاضر مشکل خواهد بود، ولی این شیف، این لذتی که شما میرید در یه جایی میشینید و با 300-400 نفر هر چقدر گنجایش اون سالن هست شما فیلم رو با یه عده‌ای که نمیشناسین تجربه میکنین، این واقعا جادوی سینماست. و به همین جهت من فکر میکنم دیر یا زود ما برمیگردیم سر همون به اصطلاح سیکلی که فیلم نشون دادن در سینما ها هست. حالا استقبال مردم های کرونا که ابدی نیست، بالاخره دیر یا زود یک چیزی پیدا میشه و این هم مثل آنفلانزا میشه و بعد مردم هم برمیگردن به سینما. پلتفرم های اجرای اکران اینترنتی فیلم و سریال بسیار در خارج از ایران موفق عمل کرده، مثل کمپانی نتفلیکس، به دلیل بودجه فراوانی که دارن و در واقع رقابت دارن میکنن، فشار دارن میارن به سینما و تولیدهای سینمایی. فکر میکنید که اکران اینترنتی در ایران به اون مرحله میرسه که بتونه سودده باشه و سرمایه گذاران بیان به سمتش؟ والا ببینید دو جور داره. این چیز اکران اینترنتی که نتفلیکس میکنه با یک بودجه مالتی بیلیون دلاری اومدن رفتن سراغ این کار و دارن رقابت میکنن برای اینکه عده‌ای که دلشون میخواد در منزل چیز بکنن. حتی نمایش فیلم آیریشمن که یه بودجه 200 میلیون دلاری داشت باز دو هفته در سینما ها نمایش داده شد و بعد اکران اینترنتی شد. با تمام این اوصاف من معتقدم اون جادوی این که شما یه تجربه عمومی داشته باشین، این از سینما اگر حذفش بکنین سینما نمیشه دیگه، میشه مثل تلویزیون و چیزهای مشابه اون. و برای من شخصا که 50 سال دارم این کار رو میکنم، من امیدوارم که اون همیشه باشه. و در ایران هم چون همه چیز دست دولته، من جواب درستی نمیتونم بدم. ممکنه بگن اصلا سینما رفتن ممنوع، من چه میدونم. متشکرم بهمن فرمان‌آرا کارگردان با ما. امیدوارم که ما هم بتونیم حکایت دریا رو در روی پرده سینما دست کم در لندن ببینیم. ممنون از شما. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.